سوزی گسترده در چهارراهی ترافیک. از اونجا میگه که آتش سوزی دمت کم بود، میگه هرچی که من چیغ زدم میگه کس نفهمید. دیگه باز آمدم چوکیدار را بیدار کردم، یه شعله‌ور شد. تقریبا یک سیلک دلار از این نفر سرمایش رفت از باید. سار به اینقدر زحمت کشیدن نفرهای تایی که بیخی با یک تایی که شفتی دست پشت بام زیر رفتی. مکملی قسمت به ویرانه تبدیل شده. یارا شاید یک مولک دلک دارد باشد. بعضی هم میگه دونیم سه لک سیم لک. همون تو که گفتن نو لک دفعه هم چیزا هست. تا در بام بلاشم یک دو دقیقه که سعی کنم شوله کم کم زیاد شده رفت. اتا زیاد شده رفت که اتا دیگه کل جای روشن شد. هیچ چیز نیست دیگه، چیز اثرش معلوم نمیشه، فقط یک سوختگی رو شما میبینید دیگه هیچ چیز نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عرض سلام هموطنان عزیز، وقتتان بخیر. تمیم نفیسی هستم و امروز یک برنامه دارم و همچنان جزئیات تازه در مورد آتش سوزی شب قبل که ساعت‌های 2 و 2 بامداد رخ داده. همراه عزیزایی که در این منطقه زندگی میکنن، شاهدای عینی هستن و همچنان بعض کارخانه دارایی که کارخانه دارن، کارخانه بود، مبل و فرنیچر و بوتایی که وطنی ساخته میشه. در این قسمت من فعلا که هستم، این فابریکه مربوط فابریکه بوتسازی بوده و در این قسمت دیگرم مربوط به مبل فرنیچر و این قسمت دیگرم مربوط به مبل فرنیچر که اصلا یک چیز در اینجا جور نمانده. من که دیدم دوستا شما در تصویر میبینین، اصلا بیا فراد جان، اصلا چیز جور نمانده. سلام علیکم. سلام. مونده نباشی. خوب هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر شکر. چی قربان شم. اینجا خود کار میکردی یا هم خانه اینجا؟ کار میکردم. در بوتسازی کار میکردی؟ من موتروان هستم، سیار موتروان. فابریکه بچه همیم هست. خب امی قضیه چی گونه است؟ والا قضیه دیگه 1:30 بجه شب زنگ زدن که کارخانه در گرفت، آمدیم که دودموت بر آمده دیگه، بریق شده کل جای. یگانه علت که آتش سوزی رخ داده چی بوده؟ والا نفهمیدیم ما هم دیگه، از این 1:30 بجه شب که آمدیم دیگه نفهمیدیم. من تا همی کارخانه همسایه ما از اینجا در این زمین های پسر یک ریسفت بود زمیندار، بازمو گفت که از امو کنج فابریکه چیز است کوچ چوکی ها می سازن، تخت خوی ها. از اموجه میگه که آتش سوزی دمت کم بود، میگه هرچی که من چیغ زدم بیجه کس نفهمید. دیگه باز آمدم چوکیدار را بیدار کردم، دیگه شعله‌ور شد. دیگه باز ما که رسیدم دیگه اطفایه نبود، اطفایه پسان رسید. دیگه این کارخانه بچه همه است که ما ایجا آمدیم که این کارخانه نو دود مبر آمد. او کارخانه بسیار عریق شده بود، از او کیجه را زد ایجا مال یپا بود، از ایجا که در گرفتیم تا استاسا دیگه بسیار شعله‌ور شد. به نظر خودت یگانه وقوعی از آتش سوزی چی است که ما خود وقایع کنیم؟ والا ما نفهمیدیم دیگه، رئیس اوجه است، او بچه دیگه بچه همیم است دیگه، قبر ما معلوم نشد که چی گرد. در این بیلر ها چی بوده؟ مواد چی بوده؟ مواد تله بود، تله چبلی. تله چبلی؟ چبلی ها را که میبینی اونجا چبلی هست. اصلا چیز جور نمونده؟ نه یه چیز نمونده جور. بیاین فراد جان بیا پیش، بیا یک دقیقه بریم ما و شما پیش. خب یوم چپش شده؟ های چپش دو منزل بود ایجا. دوستا
وطنی بود دیگه. چبلی وطنی بود. اصلا چیز جور نمونده. یم 3-4000 کارتن ما 3-4000 کارتن جور کرده بودیم اینجا. گدام ما بود. اینجا دو طرفه گدام ما بود. همه کل شریک شده. یه چیز بر ما نمون. به نظر خودت چقدر سرمایه عریق شد؟ سرمایه 3-3.5 لک دلار شون رفت. 3.5 لک؟ آه 3.5 لک دلار. گفتم میشه دوستا که اینجا دو منزل. اینجا تقریبا 100-120 نفر کار میکرد. نمی کارخانه. بیاین که پیش بریم. فراد جان. و این قسمت ها مکمل به قوغ تبدیل شده و زغال. زغال است. کل مواد ها بود که کلش کانتینرکی مواد می خریدن. کلش حریق شدن. این بیلر ها را که می بینی کلش مواد پیو بود. مواد طلا. تقریبا این چبلی ها را که می بینی 2-3 هزار کارتن ما پیش از این ذخیره کرده بودیم. بازون ما کلش حریق شدن. گفتم میشه که فقط کارخانه مربوط بود چپلی نبود بلکه بود دوزی نبود بلکه مبل و فرنیچر هم. نه ما این کارخانه ما بودسازی بود تنها علایده بود او پالی مستقل. ما مستقل بود پالی ما مبل و فرنیچر بود ایسون هم مبل و فرنیچر بود دو طرفه ما مکمل در کل عرصش در گرفت عرصش مکمل در گرفت والا اصلا چیز دوستا در اینجا دیده نمیشه مکمل کلش حریق شده چی کارامت نمان ندهگه این چیز این مربوط چی بود؟ این خب همی چبلی ها را که قط میکردیم در قط قطی باز در قطی منداختیم پلاستیک ایچ قاغذ هست در این قاغذ تاوش میدادیم در کارتن بود میماندیم دوستا ما میخواییم داخل بروم یک بار نه نمیشه شما دیدم میتونیم الله الله این خود چپلیز هر بوتای ما بسیار قیمتی بوده که بوتا از باین بیا کم روی تیده قگب بزنم استاد مانده نباشی سلام خوب استی؟ خوب است؟ خودت چی کار میکردی؟ من خودم نمیجا قالب کار هستم قالب کار؟ بله سرمایه از خودت نبود کاریگر؟ بله ما کاریگر بودیم این حالا دیگر مکمل چیزی که بوده نبود طریق شده پلان چی هسته؟ به نظر خود چقدر سرمایه بود اینجا؟ تقریبا دبیجه تقریبا 3 لک دلار از نفر سرمایه رفت از باید خود نفر حالتش چگونه است فعلا؟ حالتش دیگه خود میبینید که حالتش صحیح نیست دیگه که تقریبا در این شرایط در این وز در این روز فامیدی 1-3 لک دلار نفر نقص کنند دیگه چی رقم میباشه؟ آزاد با گفتن نیست و امی یگانه دلیل آتش سوزی به نظر خود بی‌توجهی میتونه بوده یا هم کدام علت دیگه داره؟ یرا حوالا تقریبا امی خودم هم دیگه یک چوکیدارم داریم اونمو گفت که ساعت 1 بجه شو در گرفتی کارخانه پولو فایل ما در گفت که مغلو فرنیچر است وقتی که اومد در اوجا اتفایه فهمید میگه یاو خلاص کرد اتفایه او خلاص کرد آه دیگه پس اومد دیجا فهمیدی یا کلیش به حساب شرش زرد ما پترول داره مواد تل ما اینو میرخم شرش پیوست آه 20 رخم است خود جنس این همه کلیش فهمیده که یک دفعه که بلنکه کده دیگه باز خاموش کردن هم سخت است چقدر وسایل داشتین ماشین آلات؟ ما خیلی داشتیم تقریبا ماشین آلات هم مکمل عریق شده؟ کلیش هیچ چیز نمونه خب میبینین شما که هیچ چیز نیست دیگه چیز اثرش معلوم نمیشه فقط یک سختگی رو شما میبینین دیگه هیچ چیز نیستن دیگه به نظر خودت یگانه رایی که ما بتونیم از عریق جلوگیری کنیم از آتش سوزی چی است؟ این باید امو مثال امو کسی که موظف است اون ما باید فهمیدید دقیق باشد امو کار خود فهمیدید سلنگاری نکنه اینه یک سلنگاری از او در شمول از او مثال فهمیدید دیجه کم از کم یک 50-60 فهمیدی نان میخورد اونه کلیشان فهمیدی ولی سرگردان لامان دی شرایط دی وقت دی وقتی که میبینیم ما شما فهمیدید خیلی سخت است کای کاروبار است اینا یک امید داشتن نمی کارخانه که میمدیم اینا هم سخت است پیش ما گفته یگان تا دیگه بر ما اش رو نمانده دیگه حالا مشکل است خب خیر خدا بزرگ است بسیار تشکر بخیر باشه سلامت باشی بعد دوستان من میخوایم این قسمت برم اینجا را که میبینین شما مکمل به خاکستر تبدیل شده چبلی های که اینجا هست این چبلی ها مکمل جوره بوده
دوستو چی خوب از بریم به طرف تصویرا، دوباره برمیگردم. هموطنان عزیز، شما تصویر ببینین از بالا، فراد جان مکمل این قسمت که فراد جان تصویر داشته باشیم، مکمل این قسمت به ویرانه تبدیل شده. اصلا اتی یک قسمت از این جور دیده نمیشه. سه کارخانه در کل اینجا بوده، کارخانه مبل فرنیچر، دو کارخانه مبل فرنیچر است، یک کارخانه بود و این قسمت هم کارخانه دیگر مبل فرنیچر. حتی در خانه های مردم هم دیده در تصویر، همین شیشه که در گرفتار مکمل داشته باشیم فراد جان، اینجا به ویرانه تبدیل شده. عزیز مونده نباشی، خوب هستی؟ بخیر باشی، سلامت باشی. اینجا کارگر بودی؟ نیجا نبودم، نه از دیگه جای اومدیم. از کجا اومدی؟ کمکی، از کارخانه برادرش. خو برادرش در کجا کارخانه داره؟ دمی چاره مارکت است، کارخانه مونتانا است. چقدر زیان رسیده برای برادر خلیفه؟ یارا شاید 9 لک تلک دلار باشه. بعضی ها میگه 2.5-3 لک، 3.5 لک دلار. همون تو که گفتن 9 لک دو پم چیزا هست. خیلی چطور است وضعیت برادرش؟ حالا خوب میبینن دیگه، آجی صاحبان رو دیدن که چه رقمش وضعیتش، دار و ندارش نمی بود دیگه. آه بلا از بغل آجی صاحب بدر کلگی بدر چقدر کاریگر، 40-50 نفر کاریگر یا شاید هم زیادتر که کار میگد، کلش بدر اونو بیکار شدن. از سبودی بردکت سوخ رفت همون شد. چور درد میگه؟ والا دل آدم دهی درد میکنه که ایستو که بیکاری، ایستو که یک نفره که چهار تا غریب بیچاره دستش میگیری یا میرقم میشه خلاص. همین قضیه آتش سوزی از کجا شروع شده؟ خبر داری؟ به نظر خودت علت آتش سوزی چی بود؟ والا نمیفهم، چیزی که همه گفتن دیگه که بدر یا از اون طرف اومده دیگه طرف، یا از این اومده، میگه از همسایش از این دو کارخونه از یکی شما دن یا در گرفته اون هر سه شب دوشت کارش. خیر ببینی، بیا خدا بزرگ است، نکو غصه شا نخو، خدا مهربان است. دیگه چیزی که از طرف خداست. راست میگه. دوستان من میرم دوباره پایین از این امیرا، به بسیار مشکلی من بالا آمده بودم. همراهی شما خوبانه خواهان هستم. وسایل بجا مانده از بود، چبلی تلیش هست، همچنان خود چبلی هایی که صفر جور شده، کارتن پیک اما تو مکمل حریق شده، حتی بسیار جا دوده، حتی یک قسمتش هم جور نمونده. عزیز با مسئول این فابریکه صحبت میکنم، هرچند در وضعیت خیلی خوب نیسته اما درکش میکنیم. فقط یک سوال ازشان دارم. سلام علیکم آقای صاحب، خوب هستیم؟ سلام، ساعت شما خوب است، خیرتیش، تشکر، قربانتون، بخیر باشین. اول خو معذرت میخوایم که در وضع نیستین که امرویتون صحبت کنم. بعدا امی علت آتش سوزی چی بوده؟ علتش تا بال معلوم نیست، اطفای هم تحقیق داره، ما هم تحقیق داریم، تیم بررسی هم تحقیق داره که علتش چی بوده، تا بال علتش نامعلوم است. چقدر ازینه را در بر گرفت که شما یک فابریکه جور کردین و امرای شما بیش از 50 نفر کار میکرد، نفقه فامیل پیدا میکردن و چقدر زیان برتون رسیده؟ بالاتر از 1 میلیون دلار. بالاتر از 1 میلیون دلار ضرر رسیده.
دوستا بسیار مشکل است. و فقط از شما مربوط بود بود یا مبل فرنیچر؟ نه مربوط بود 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 وطنی بود های استاندارد چرمی متولد میکنه. خدا بزرگ است، بسیار تشکر، سپاس، سلامت باشین. هموطنان عزیز در حالت نبود تا جسایی که من سوالات ادامه میدادم، همراه بعضی هایی که اینجا هستن صحبت میکنم، مانده نباشین. خوب باشین کاکا، بخیر هستین؟ خیر باشین. کاکا جان خانه هم اینجاست؟ آی پیش مسجد قواستیم. خب امی صبح وقت ساعت چندی اتفاق افتاد؟ یه ساعت 12 تا 4 بجه صبح، 11 بجه شب چیز کم، 11 بجه. و مشکل دیگه بود که کوچه تنگ است. اطفای هم کمه و موترات داخل شدن نمیتن، از بسار زحمت کشیدن بیچارا. و تا که پایپار یکی دیگه وصل کده رفتن یا آتش‌سوزی زیاد شده رفت. سرک کلان نبود، جای آزاد نبود که می آمد. بسار بگه که زحمت کشیدن نفرای اطفایی که بیخی با یا تا یک شفتی دست پشت بام زیر رفتید، بسار جنجال کشیدن. گفته میشه که دو منزل بود. اوش دو منزل خود، سه چهار کارخانه در گرفته. این هم دو منزل بود. این هم دو منزل بود، اوش هم دو منزل بود، سه چهار کارخانه در گرفته بود. تا چهار وجه صبح چیز شده بود. دوام که حالی هم یکش موتر خراب شده در پیش خانه ما استاده. جون هم سیراسی که خیلی زحمت کشیدن نفرای توی تانکر های او پشت در پشت می آمد. او یک تانکر که می آمد به او چی نمیشه. پشت در پشت تانکر ها خیلی زحمت کشیدن، خیلی زیاد دیگه به اندازه. هم و آن واحد پیدا شدن آمدن بسیار. کل مردم تا خانوالا کل در موتر در سرک فرعی در تا صبح در موتر روز کردن. یعنی آتش و طرف؟ آخو خانه مردم خدا بای نزی کلش خانه است. او سیاسرا کلا به اقتدادش در خانه ما تلویز هم سیاسرا رو گفتیم بیه دیگه تا که یک در روشنی شد. بسیار خطرنا. تشکر. تشکر. شما خوب هستین؟ سلامتون خوب هست؟ بعد شما دوستتان هم کارتان. قربانتان زنده باشین. در مورد میادوسن ما شاید عینی خودت بود یا نبودی نظرت بگیرم؟ تقریبا شاید عینی خود گفته نمیشه خوب، ولیکن بازم ساعت چند اومد؟ ساعت 11 و 10 دقیقه بود که در خانه بودم که امیولی روشن شد. من فکر کردم که یا کدام فشنگ تیاری یا چیزی است. وقتی که بیرو برامدم دولی سعی کردم که دود است. دبام که بالا شدم که یک شلی آتش دیدم که بسیار قدر زیادم نبود. تا دبام بالا شدم یک دو دقیقه که سعی کردم شعله کم کم زیاد شده رفت. اتا زیاد شده رفت که اتا دیگه کل جای روشن شد. بسیار یک دود غلیظ، دود سیاه. به نظر خودت ای بی توجهی بود که عریق گرفت؟ مثلا سه فابریکه بزرگ از بین رفت یا هم کدام علت دیگر داره؟ والا دیگه علتش خوب مشخص نیست و ایره کسات سام زده نمیتونه که علتش بی توجهی بوده، علتش شورتی برق بوده، علتش دیگه خب اینو کس گفته نمیتونه دقیق. خب شاید اگر علت شورتی برق بوده باشه او رو هم گفته نمیتونیم. اگر علت بی توجهی بوده یا از چوکیدار یا از کارمند او رو خود کس نمیفهمه، چون در حادثه ما نبودیم. ما هم دقیقا که روشن شد اولی من از همین فهمیدم که کدام مشکل است. بالا شدم که آتش است. بسیار تشکر، قربان سپاس، بخیر باشین. و دوستو مکمل قسمت ماشینالات را که میبینین از بین رفته. ماشین تناسوزیش فعلا تیم اطفایه هم مصروف کار هستن. از ناوقت های شب گذشته که یه اتفاق افتاد ساعت 12 و 11 و 30 و گفته شایدای عینی، تا فعلا تیم اطفایه به خاطر نجات مال و جان مردم میاین و میخواین خدمت کنن. این ماشین است که مکمل از بین رفته. ماشین چی؟ تلسازی، تل میسازن. تلسازی است، تلسازی البته. آه این ماشین یه که این می قالبای تل است که قطار تو چنده میشه و از این مواد یه که در این مخلوط میشه، پس اون از اون پایپ میره در ای تقریبا بالا $1,00,000 بیادر از دوباره جور نمیشه دیگه. معلوم نیست دیگه، نال به خیلی خسارت یا لاینای سوخته، پایپای که بیادر رنگ دهش می او سوخته دیگه. مالوی چیزش خلاصا نمانده دیگه، معلوم نیست که تمرین میشه آنم میشه. بسیار تشکر، سلامت باشی.
با این قسمت میرم بعضی چیزهایی که در تصویر هست میخواهیم دوستا شما ببینه مکمل از بین رفته. بجز از این که زیان مالی در بخش بودسازی و مبل فرنیچر برای آجو صاحب رسیده، بجز از این شکر خدا که خسارات جانی نداشته، اصلا خساره جانی نداشته، تمامش خساره مالی بود که خداوند پاک انشالله آجو صاحب حفظ کنه و در امان خود داشته باشه، هرچند در وضعیت نیست که ما امروش بیشتر صحبت کنیم. دوستو تصاویر ببینیم دوباره برمیگردیم. سنان عزیز، در لحظات این گزارش رسیدیم و جزئیات تازه در مورد آتش سوزی چارایی ترافیک را انشالله اگر به دسترس ما قرار گرفت بعدا براتان ارائه میکنیم. تا دیدار بعد، بدرود.